از دیروز تا حالا چه اتفاقی افتاده که فکر کردی بیای و با من حرف بزنی؟ دیروز فکر میکردم که همه حرفا از قول خودتونه، اما بعدم فهمیدم که بخشش نظر مادرم. خب منم مخالفتی باهاشون نداشتم. شما میدونستی من نه خونه دارم نه ماشین، ولی ازم خواستین بیام با هم حرف بزنین. حتما هدفی داشتین، وگرنه دلیلی نداشته بخواییم با من حرف بزنین. چه خواهش کنم دلیلتونو به من بگین؟ من حرفامو زدم. بله، ولی جلسه دیروز برای اون حرفا نبود. خب تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم شما نظرتون به من منفی نبود، منفی شد. یعنی فکر میکنی که من موافق ازدواج شما بودم و حرف این مادرت یه هویی منو مخالف کرد؟ تقریبا. همچی چیزی نیست. آقای نظری، شما اصلا فکر کنی مادر منو ندیدین، اولین بار منو میبینید، چی میخواستیم بهم بگید؟ همون حرفا رو بهم بگید. من در مورد دخترم یک بار اشتباه کردم، دیگه نمیخوام دوباره اون اشتباه تکرار بشه. تو چجوری میخوای یه زندگی مرفه و آروم برای دختر من تأمین کنی، درست کنی، در حالی که داری با موتور مسافر کشی میکنی و تازه به برنامه رو میخوای راه اندازی کنی که آخر عاقبتش هم اصلا معلوم نیست چی هست؟ من باید با اما و اگرها سرنوشت دخترم رو گره بزنم، درسته؟ آقای نظری، شما به من فرصت بدین 6 ماه که چی بشه؟ که کار رو غلطک بیفته. شما مادر منو دیدید، منم دیدید، حداقل الان از یه چیز مطمئنین، اینکه ما خانواده‌ای نیستیم که چشممون دنبال پول و ثروت باشه، درسته؟ یه فرصت به من بدین. منم مثل شما 100% مطمئن نیستم، اما امید دارم. با همین امیده که میخوام ادامه بدم و به آرزوم برسم. فرصت بدم که اسم تو بمونه رو دختر من؟ اگه نشود چی؟ وقت تو ول می‌کنی بری؟ رونا دخترم چی میشه؟ باید بهش بگم بعد 6 ماه تو رو فراموش کنه و اونم همه چیزو از حافظش پاک کنه. ها؟ من به شما قول میدم همه تلاشمو میکنم. اومدیم و همه اینا که گفتی شد. مادرتو چطور راضی میکنی؟ من راضیش میکنم. من شرط دارم. باید قول بدی اگر کار نشود بعد 6 ماه از زندگی دخترم رونا بری بیرون. رونا هم باید این قول رو به من بده. اگر وضعیت همین بود باید تمومش کنی، قبوله؟ شیشمان غنیمته. آره، اما نیار با من همینشم فکر نمی کردم قبول کنه. فقط سرمایه کم داریم، دستمون پر پول بود خیالمون راحت تر بود. نگران نباش، رامین رفته دنبال وام. چرا اینجوری؟ من یه قولی به پدرت دادم از طرف هر دومون، غیر از این 6 ماه اگه کارمون توی این مدت نگیره دیگه نباید همو ببینیم. چرا این کارو کردی؟ مجبور شدم. از قول من چرا قبول کردی؟ چاره ای نداشتم. ممکنه موفق نشیم، اون وقت چی؟ ببین رونا، ما باید کارمون درست شه. من قول دادم. من اصلا سر از کارهای تو در نمیارم. این از قول دادنت، اون از قهر کردنت. از مادرت خبر داری؟ آره، بد نیست. تو همیشه وقتی با مادرت حرفت میشه قهر میکنی میزنی بیرون؟ باید یه کاری میکردم دیگه. بله، ولی مریضه. ببین، این رفتار تو فقط باعث میشه مادرت نسبت به من بدبینتر بشه. فکر میکنه من نیومده میخوام بین شما فاصله بندازم. کار درست نبود.
بالاخره مادرت هم به مرور متوجه میشن ما نیستیم آدمایی که بخوایم پولمونو به رخ بکشیم. مسئله فقط پول نیست. وگرنه من خودم میدونم باید رعایتشو کنم. چیه پس؟ ازدواج و طلاق من؟ چرا اون روزی که ازت پرسیدم پنهانش کردی؟ چی میگفتم؟ حقیقتو نمیخواستم به خاطر گذشته ناراحتت کنم. بالاخره مادرتو با این موضوع مسئله داره، باید مشکلش حل بشه. میشه؟ چه جوری؟ مقهر کردن و رفتن؟ تو بعدا راجبش با هم حرف میزنی. خب این بعدا کیه؟ نمیدونم رونا، واقعا نمیدونم. بازم که تو اینجایی؟ آقا کامیار دارم بدبخت میشم. چرا؟ دلار کلی کشیده پایین. خب من چیکار کنم؟ بیا آقایی کن دلار تو بهت پس بدم خونه ها بهم بده. مسخره کردی منو. قیمت خونه که دیگه قیمت سابقش نیست. میگه من چیکار کنم؟ من چه میدونم؟ حالا خونه میخوای چیکار اصلا؟ فعلا دلار رو نگه دار ببینیم چی میشه. اگه همینطور بیاد پایین تر چی؟ اینقدر بیا اینجا که کارت هم از دست بدی. برو به کارت برس، تو همش اینجایی دیگه. سلامتی بچه معلم. من با پول اون دلارا میخواستم یه خونه بزرگتر بگیرم. الان همونم هم ندارم. اگه زنم بفهمه؟ از کجا بفهمه؟ شما الان دارید اونجا زندگی میکنی. بالاخره دو روز دیگه که میخوای بفروشیش. موقع بفهمه من چیکار کنم؟ من چه میدونم. برو تو از این بد تناشا دیگه جایی پیدا کن بگیر. من خونم 80 متر بود. با این پول یه خونه 50 متری هم نمیتونم بگیرم. وام بگیر، یه کاری بکن. من که مسئول گرون شدن و ارزون شدن دلار نیستم که. آقا کامیار یه خونه منو بهم بده. تو ماشاءالله انقدر وضعیت خوبه که به هیچ جات بر نمیخوره. برو به کار زندگی تو، رست دست از سر منم بر. خداحافظ. چرا اینجوری میکنی؟ قفل در رو عوض کردی؟ چی میخوای؟ خرید کردم برات. لازم نکرده. ماما کاری که بهت گفتم انجام دادی؟ اونم به موقعش. پس برو همون به موقعش بیام. ماما بذار بیام تو. خواهرت امروز زنگ زد. روش نشد چیزی بگم و من فهمیدم چی میخواد بگم. چی میخواست بگه؟ چرا سهمی این بچه ها رو نمیدی؟ اینجوری علافشون کردی؟ الان 2 ساله این بچه ها علافن. میدم. کی؟ پدر 2 سال فوت کرده، زمینارم که فروختی. زدمشون به کار، بعد یکم صبر کنن. چقدر صبر کنن؟ این بیچاره اون طرف دنیا، دستشون هم از همه جا کوتاهه. به تو اعتماد کردن. برای خودم که بر نداشتمش. بله، من که بهشون نگفتم تو خونه و ماشین خریدی. خب فقط مال من نیست که، مال هممونه. ولی به نام توه. مامان
بذار من به اون چیزی که میخوام برسم. پول همه رو میدم. فکر کردی من سهم خواهر برادرم رو میخورم؟ من نمیدونم تو دیگه چی میخوای که بهش نرسیدی؟ رونا روت میشه دوباره این حرفا رو بزنی؟ واقعا روت میشه این حرفا رو بزنی؟ این همه این خانواده رو اذیت کردی تو. جوون بودم، خام بودم، حالیم نبود. الان قضیه فرق کرده. چه فرقی کرده؟ حداقلش اینه که وضع مالیم خوب شده. این پولا که همش مال تو نیست. پدر رونا فقط پول براش مهمه، فقط و فقط پول. بس کن کامیار این کارا رو. بس کن. نمیتونم. زنم بوده. مفت از دستش دادم. رونا به تو جواب مثبت نمیده. نمیده چون من پشت ندارم. نه پدری دارم نه برادری. شما از من پشتیبانی کن. رونا رو به من برسون. ارث کتی و کیوانو میدم. یک قرونش هم بر نمیدارم. قسم میخوام. قول میدم. مامان. سلام آقا. مرتضی چاکریم کجایی هست تو؟ دنبال بدبختی هم. خونه گرفتی؟ نه دلار خیلی کشیده پایین. حالا تکلیف ما چی میشه؟ یارو به ارامیه بیاد نمیذاری که ما تو ماهی سر رو بمونیم. خداش خواست شما رو نگه داشت. کاش خودتون مزایده رو برنده شده بودین. تو از این سامان چی دیدی که ازش خوشت نمیاد؟ تو هر کاری که بهش مربوط نیست دخالت میکنه. انگار نه انگار زیر دسته. میخواد دستور بده. چطور؟ هیچ. همینطور. برو والا خانم جوامردی باید کار داره. با اجازه. روز صاحب ماهی سرا میاد ما هم دیگه باید کارمونو تعطیل کنیم بریم. صبح پیش بهرامی بودم. بهرامی کیه؟ بهرامی نمیشناسیش؟ نه. همون که مزایده رو برنده شده. چیزی ازش نشنیدی؟ نه. رقمش به من خیلی نزدیک بوده. خیلی حیف شد. بدشانسی آوردین. البته ممکنه تقلب شده باشه. میخوام پیگیری کنم. آره. حتما پیگیری کنم. حتما پیگیری میکنم. سلام. هستن آقای شنگ؟ بله هستن. آقا پشما با اجازتون.
سلام. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. اینجا تک تک اتاق هاست. این هم یه تصویر کلیه دیگه، کلن با دوربین مدار بسته هتل رو چک میکنم. سب پایینم بهت نشون بدم. این دختره رو فعلا گذاشتم جای خودم، البته همش با دوربین چکش میکنم، خیلی کار داره تا راه بیفته. تو اینجا دوربین مدار بسته نذاشتی؟ اینجا نه، نیازی نیست، هزینه اضافیه. ولی تو مایه سرام، البته مایه سر سابقم، همه جاش دوربین داشت. دیشب چی میگفتی؟ دیشب؟ یادت رفت؟ نصف شب زنگ زدی منو بیدار کردی؟ کلن حواست نیستا؟ نه بابا حواسم هست. گفتم فردا شب که خواستگاری اومدیم، پس فردا صبحم بریم محضر عقد کنیم. حالا چرا با عجله؟ دلم میخواد قبل از پروازمون به اصفهان باشه. چه ربطی به سفر شما داره؟ تو و پدرت بریم برگردیم بعد. ما بریم برگردیم؟ پس شما این وسط چیکاری؟ من برشی. ناسلامتی خواهر بنده و دوست چندین ساله شما قرار بعد از سالها بچه دار شو. شما هم از صبحش رسما همسر عقدی بنده. قرار ستایی بریم، واسه همین عجله داشتم واسه عقد. پشمان چرا انقدر تو فکری؟ فکر مزایده بدم نمی کنم. قرار شد دیگه فکرشو نکنی. فکر میکنم یکی اینجا به این خیانت کرده. این خیلی برام سنگینه. فکر میکنی یا مطمئنی؟ حالا دیگه فکرشو نکن، ما کاری مهمتری داریم. سلام مادر. چیزی شده؟ نه. چه زود برگشتی خونه؟ رونا کامیار دست از سر من بر نمیداره. مگه تو که الانتری تعهد نداد؟ باز اومده سراغه؟ فعلا که نه نیومد. پس چی؟ همون چند سال پیش گند زد به زندگی من. من الان باید تاوان اون اشتباه پس بدم. دیگه اون اتفاق تموم شده. گذشته رو که نمیشه عوض کرد. بله، من و شما اینو میگیم. بقیه اینطوری فکر نمیکنن. بقیه کیان؟ آرش مهمه که براش مسئله نیست. واسه مادرش که هست. حدس میزدم. رفتنش پیش پدرت بهونه اختلاف طبقاتی. به هر حال مادر آرش هم باید با این داستان کنار بیاد. خب مشکل منم همینجاست دیگه. نمیدونم چی کار کنم این مسئله رو بپذیره. آرش باش حرف بزنه. فایده نداشته. کارشون کشیده به دعوا، آرش از خونه زده بیرون. ای بابا، اینجوری که به جایی نمیرسین. رونا جان، به آرش بگو من میخوام مادرشو ببینم. واقعا؟ آره. حالا ساعت است. سامان، بودو دیر شد.
شادی بریم. چقدر دیر اومدی؟ دیر شد، یکم کار داشتم. این دیدی کنده شده؟ پژمان هیچی هم مزایده نگفت؟ چی بگه؟ نمیدونم، گفتم مثلا شاید همینجوری به تو یه چیزی گفته. هیچی نگفت. عجیب نیست؟ خیلی راحت با این ماجرا کنار اومد. کاری از دستش بر نمیاد، بهره مزایده رو برده دیگه. میخوایی چی کار کنی؟ چیو؟ چیو؟ کار رو دیگه. دیگه نمیشه اینجامون، باید فکر جای جدید باشیم. نمیدونم. پس هم برات مهم هست؟ چی؟ ببخشید. میشه بگی حواست کجاست؟ حواسم به شماست. آره معلومه. میگم کار رو چی کار کنیم؟ حواسم پرت شده لحظه، ببخشید. نمیدونم، یعنی دنبالشم. ببین تو فعلا چیزی به مامانت نگو از ماجرای ماهیسر رو. بذار من شب جمعه بیام خواستگاری، بعد میگیم بش. همین شب جمعه؟ مام درست شد؟ چرا؟ سند خونه میخواد. بدون اجازه پدرت که نمیتونم. من که چیزی نگفتم. من میدونم چی تو سرتو میگذره. اینجوری کارمون را نمیفته. حالا چقدر میخوای بگیری؟ 150 میلیون. 18%. چجوری میخوای پسش بدی؟ کار میکنیم، در میاد. ندا خونه پدرش. تو هم که چسبیدی به این کاره. در میگرده. وقتی ببینه کارم گرفته و این بار موفق شدم، میاد. همجوری هم میخوای ادامه بدی دیگه. تو اینجا و ندا خونه باباش. اون که خونه باباش به ما نیست، من میدونم. شما الان فکرت با ما من باش. هممون گیر را افتادن این کاریم، هم من هم رونا. بعد فکر کنم ببینم چه جوری میتونم راضیش کنم.
دست شما درد. خورش بکشم براتون. نه 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 تشکر. خیلی وقت بود فشارتون بالا پایین نمیشد. حتما داروهاتون رو درست نمیخورید دیگه. والا من اگه میدونستم حالتون بده اصلا حرفی نمیزدم. چه خبر شده مگه؟ میخواد بیاد خواستگاری. کی؟ سامان دیگه. تو این هاگیر و واگیر؟ چه هاگیر واگیری مامان جان؟ فقط کافیه شما و آرش با هم آشتی کنیم. من با کسی قرار نیستم. خب از کتا بیاین دیگه. سنگ خودتو به سینه میزنی؟ وا مامان جان چه سنگی؟ الان اومدیم و این آقا سامان شما اومد. ما که شناخت درست حسابی در موردش نداریم. ممکن اصلا من ازش خوشم نیاد. خب شما بذارید بیاد ببینینش. بعد اگه خوشتون اومد میرین تحقیق میکنین. من که نمیگم ندیده و نشناخته. آره الان اینو میگی. اما اگه خوشم نیاد تو مثل داداش تو رو من بای میسی. دیگه اصلا در موردش حرف نزنی. من میترسم آرش اعصابش خرد باشه بعد بدتر بشه. سلام. 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 دستگاه فشار چرا آوردین؟ از تو فشارش پایینه. مامان جان قربونت برم باید مراعات کنی دیگه. فردا وقت چکاپتا؟ صبح اول وقت باید بریم آزمایش خون و بعد سونوگرافی و اینا. من معذرت میخوام. یه دفعه از کوره در رفتم. دست خودم نبود. ببخشید. شما فقط یه فرصت به من بدین. بابا 6 ماه بهم زمان داده که ببینه کاروبارم چی میشه. شما هم که هنوز رونا رو ندیدی. ندیده و نشناخته داری میگی نه. حداقل یه بار ببینینش بعدش نظرتون رو بگین. این کارو به خاطر من بکنین. خواهش میکنم. مادرش میخواد شما رو ببینه. باشا یه امکان داره لازم تشبیه بیارین دمه در. علی سلام. سلام. خیلی عذرخواهی میکنم. یه نفر با ماشین شما با من تصادف کرده. امیر؟ کی؟ همین سر شب. بزن زنگ بزنم خودش بیاد خسارت شما رو بده. ماشین شما همین تیبا سفیده است دیگه؟ نه،
دی تیبا سفید مال اون خونه است. ماشین من این پراید نوک مدادی است. تیبا بس. زده به ماشین تو؟ بله بله من اشتباه کردم. معذرت میخوام. ببخشید مزاحم شدم. امشب خیلی تو فکری. همه چی به هم گره خورده. رامینم خیلی داغون بود. شما به این بچه ها 6 ماه مهلت دادی؟ من به آرش این فرصت رو دادم. حالا اگه واقعا تو کارش موفق باشه با ازدواجشون موافقی؟ قول دادم. از ته قلبت راضی؟ من ازشون بدم نیومده. هم خودش هم مادرش یه جنم و اصالتی دارن. الان آرش با رامین و رونا شریکه. باید سرمایه بذارن. اگه نذارن کارشون به نتیجه نمیرسه. 200-300 میلیون پول گذاشتن دیگه. من هیچ پولی بهشون نمیدم. پول نمیخوان که. رامین خودش میخواد وام بگیره. من گفتم اگه شما موافقی یه کمکی بهشون بکنیم. سند خونه رو من بدم بهش. که تا خرخره بره زیر بار قسط؟ کار میکنن پولشو در میارن. ندا امروز زنگ زد. چی گفت؟ میخواد مهریهش بذاره اجرا. میگه یارامین اون پولی رو که گذاشته تو این شرکت بر میگردونه یا این کارو میکنه. سلام بابا. سلام قربونت برم. پونه جون سلام. سلام داداش. اجمان نرفته سر کار. اصلا چرا امروز میخواد بره سر کار؟ شب مگه نمیخوایم به این خواستگاری؟ والا منم بهش میگم ولی مگه مغزش فرو میره. با حالا کو تا شب بعدش هم خواستگاری و عقد و عروسی نیست که. بابا حالت چطوره؟ اجمان اگه تویی که روز عقد و عروسی هم میان از ماهیسر رو برد میدارن میارنه. نگفتی حال خودت چطوره؟ من خوبم دیگه. باید کم کم آماده شم 1-2 ساعت دیگه برم بیمارستان. بیمارستان واسه چی؟ فردا مگه روز زایمانت نی؟ چرا فرداست ولی من باید 24 ساعت قبل اونجا باشم دیگه. پونه جان خیالت راحت بشه، فردا عسل خانم صحیح و سالم دنیا میاد، ما هم میبینیمش ان شاء الله. پژما میگن خب یه دونه دیگه هم بلیت میگرفتی با ستاره ستایی پا میشدیم میمدیم پیش من دیگه. خیال کردی گرفتم عزیز من. دروغ میگی. حالا به من نگفته بود، پنهان کرده بود. نه دیگه فردا عقد میکنیم، بعدش هم که دیگه مشکل نیست با هم میریم اصفهان. پژمان میگم به این صورت حال خانوادهش موافقن؟ دیگه اونا بنده خدا همه چی رو سپردن به خودش، بچه هم که نیست، منم میشناسن. بابا یه کاری با ما نداری؟ چرا کار دارم. پژمان یه دقیقه وایسا. انگشتر گرفتی؟ نه اصلا حواسم نبود. خوب شد گفتی. فوی تو چقدر خنگی، بدون نشون که نمیشه. و امشب که فقط خواستگاری نیست، بله برونم هست. بله برون باید انگشتر رو ببری دیگه. باشه حالا با خود ستاره قرار میزنم اینو با هم دیگه میگیر. بگیر یا یادت نره. برای منم خیلی دعا کنین. خب اما جز دعا برای تو کار دیگه نمیتونیم بکنیم. این جوان عروسی کنه، تو هم بری و انشالله به سلامتی بچه تو به دنیا بیاری. من دیگه غمی تو این دنیا نداشته باشم. انشالله بابا انشالله. خب اگه کار نداری خداحافظی کنی. نه قربونت برم. خداحافظ. خداحافظ. بچه ها من این لوگومون امروز ثبت کردم. خوبه؟ چی شده؟ ما هم هنوز جور نشد. من به چند نفر برای گذاشتن عکس و آدرس خونهشون تو سایت گفتم بیان برای قرارداد. آرشون ما همین الان که نبود بهشون پول بدیم. آره ولی من باید بدونم کی پول تو دست و بالمون میاد رامین جان. همینطور رو هوا که نمیتونم وعده وعید بدم به مردم. احتمالا باید فکر سرمایه گذار دیگه هم باش. خب دیگه چیزی دست خودمونو نمیگیره. حالا من با چند نفر صحبت کردم، ممکنه از یکیشون پول قرض بگیرم. با چه بهره‌ای؟ مطمئنا بیشتر از سود بانک. مشکل وام چیه؟ سند نداریم بذاریم. آرش تو سند داری؟ واسه من اگه میشه به اسم تو وام بگیریم.
من سندم گروه بانکه به خاطر بیماری مادرم. هنوز دارم قسط میدم. سلام خانم نظری. سلام. حالتون خوبه؟ ممنونم. مرسی. بچه ها نیستن؟ تو اتاقشون. سلام مادر. سلام مادر. خوش اومدید. مرسی. خسته نباشید. مرسی. مادرم آقا آرش. سلام. خیلی خوشبخت. سلام. منم همینطور. سلام. سلام مادر. اینجا میتونی حرف بزنی؟ آره چرا که نه. بفهم. در ضمن می‌خواستم مادر شما رو هم ببینم. گفتم بهش. پس بهشون بفرمایید که میرم دیدنشون. امروز؟ اگه امروز کاری نداشته باشن بله. باشه چشم میگم بهش. ممنون. من مزاحمتون نباشم. من میرم براتون چای بیارم. دستت درد نکنه مادر. خب تو خوبی؟ ممنون. همه چی رو به راست؟ آره خدا روش. الهی شکر. چیزی شده؟ ندا میخواد مهریهش رو بذاره اجرا. پس شمشیر از رو بسته؟ نه مادر، نگران زندگیشه. دلش میخواد برگردی شرکت پدرت. من بهش گفتم که دیگه بر نمیگردم و اینجا میخوام کار خودم شروع کنم. خب باید باش حرف بزنی، اونم باید موافق باشه. تو دیگه پسر مجرد نیستی هر تصمیم دلت میخواد بگیری. پسر 14 ساله هم نیستم که دیگران برای من تصمیم بگیرن و من بگن چیکار کنم چیکار نکنم. دیگران که میگی زنته. 5 سالی کنارت وایساده. حتی بعد از اون ورشکستگی. شما الان اومدین اینجا به من بگین که من برگردم این کار رو اینجا تعطیل کنم آره؟ ندا به پدرت گفته هر پولی که اینجا ریختی باید بهش برگردی. ولی مهریهش رو اجرا میذاره. بره بذاره. من تصمیم خودم رو گرفتم. کاری که شروع کردم اون نصف ول نمی کنم مامان. بچه شدی؟ میخوای لجبازی کنی؟ وقتی از در اومدین تو خیلی خوشحال شدم. فکر کردم سند آوردین برای وام. من با پدرت حرف زدم. گفت هر کاری دوست داری بکن. یعنی میتونم روی وام حساب کنم؟ وام بگیری، هر ماه کلی قسط بدی، از اون طرف ندا مهریهش رو میخواد. چی کار میکنی؟ مامان، من همه یه سعیم میکنم که این کار رو را بندازم و زودتر به درآمد برسه. اینجوری نظر ندا هم عوض میشه، من مطمئنم. اگه به درآمد نرسی چی؟ باشم، شما سند ندین؟ منم وام نمیگیرم. ولی اینقدر دوستاشا دور و بر من هست که بتونم ازشون پول قرض بگیرم و این کارو راه بندازم. اگه پشیمون شدی اصلا رو دروازه نکن. این همه بهت اعتماد داشت. من دارم منو تهدید می‌کنی. مهریه می‌خواد. اگه اتفاقی برای آرش بیفته کی مسئوله؟ درست اینکه تنت می‌خوره. دیگه لازم بذاری من حرف بزنم. حرفشو میگم. آه، دیگه باش درست حرف بزن. بس اوضاع کارخونه خوب نیست. آ این پسرا رو از اینجا ببر. کاری از دستمون برنمیاد. به من دروغ نگو. راستشو بگو ببینم چی شده. چه بلایی سر شما اومد؟ اینا چند وقته با هم تو رابطن؟ بفهم. می‌کشم. توی تاریکی شب